اوسنه احمدک روزی بود روزگاری بود در یکی از دهات شهر ما زنی بود که از مال دنیا یک پسر داشت به نام احمدک و یک گاو چاق و چله احمدک و مادرش گاو را خیلی دوست داشتند چون وقتی که میزایید هم میتوانستند شیرش را بخورند و هم گوسالش را بفروشند و مدتی با پول آن زندگی کنند. احمدک روزها به صحرا می رفت و برای گاو علف می آورد. مادرش هم در خانه می ماند و برای خودش و احمدک غذایی می پخت. لباسی می دوخ یا دیگر کارهای خانه را انجام میداد. خلاصه این مادر و پسر با اینکه فقیر بودند و از مال دنیا فقط همان یک گاو را داشتند از زندگی راضی بودند و شکر خدا را به جا می آوردند. این را هم بگویم که هرچه احمدک زرنگ بود، مادرش ساده و زود باور بود. روزی از روزها احمدک رفته بود به صحرا علف جمع کند. هوا کمی سرد بود. مردم ده پای دیوار باغ اربابی توی آفتاب نشسته بودند و هر کس کاری می کرد. یکی جوراب می بافت. دیگری کلاه میبافت جوانترها هم تیل بازی میکردند و خلاصه همه سرشان گرم بود مادر احمده که مشغول جاروب کردن اتاق بود یادش آمد از صبح تا حالا به گاو آب نداده است اول خواست برود کوزه را آب کند و برای گاو بیاورد بعد با خود فکر کرد هوای خوبی است بهتر از خود گاو را ببرم کنار استخر آب بخورد و نفسی تازه کند موقعی که مادر احمدک از کنار دیوار باغ اربابی رد شد یک نفر از مردان ده گفت رفقا فکر خوبی به خاطرم رسید هر کس گفت این گاو برای چه خوب است یکی گفت برای شخم زدن دیگری گفت برای خرمنکوبی و خلاصه هر کس یک جواب داد تا همان مرد گفت ولی به عقیده من برای یک کار خوب است اینکه آدم این گاو را سر ببرد و گوشتش را بخورد مردان دیگر اول سکوت کردند بعد در بین آنها پچ پچ در گرفت که معلوم بود با این پیشنهاد موافقند بالاخره یکی پرسید حالا چطور این زن و پسرش را قانع کنیم همان مرد اولی گفت راست میگویی فکرش را نکرده بودیم احمدک و مادرش بد جوری به این گاو دل بستند باید فکر کنیم نمی شود از خوردن گاوه به این چاقی صرف نظر کرد. خلاص مردها مدتی با هم صحبت کردند و نقشه کشیدند تا بالاخره پسر آخوند که درس خوانده و شهر دیده بود گفت من راهش را پیدا کردم الان که مادر احمدک برگشت میدانم به او چه بگویم فقط شرطش این است که شما نخندید و جدی باشید موقعی که مادر احمدک برگشت پسر آخون سینک را صاف کرد و گفت ننه احمد مشاله عجب گاو چاق و ای دارید. مادر احمدک گفت بله هزار مشاله چشم بد دور گوش شیطان کرد. حیوان خوبی است. پسر آخون گفت شنیدم امثال آبستن نشده. مادر احمد گفت خدا عالم است. بنده کیست که بخواهد در کار خدا دخالت کند؟ هنوز کسی چه میداند که آبستن شده یا نه؟ شاید هم شده باشد، شاید هم نه. پسر آخوند گفت اما به نظر من که آبستن نیست. گاوی هم که آبستن نباشد به هیچ دردی نمیخورد. فقط به درد این میخورد که کاه و علف را حرام کند. خلاص آنقدر گفتند و گفتند و پسر آخوند دلیل آورد و دیگران حرفهای او را تصدیق کردند و از گاو بدگویی کردند. تا بالاخره مادر احمدک با پیشنهاد آنها موافقت کرد. فورا تنابی آوردند، دست و پای گاو را بستند، آن را سر بریدند و گوشتش را بین خانه های ده تقسیم کردند و قرار گذاشتند که هر هفته یک خانواده گاوش را بکشد و آن سال را خوش باشند و همش گوشت بخورند. شب که احمدک از صحرا برگشت و دید مادرش گوشت میپزد خوشحال شد اما داستان را دا که شنید سخت عصبانی شد به مادرش پرخاش کرد که مسخرت کردند تو را گول زدند اگر دیدی غیر از تو یک نفر دیگر گاوش را کشت مرا خبر کن و بعد که دید مادرش از سادگی گول خورده است و تقصیری ندارد ناراحت شد از او عذرخواهی کرد و گفت ما در قصه نخور از دو حال خارج نیست یا بقیه هم گاوهایشان را میکشند و تا نوروز هر شب گوشت میخوریم بهار هم خدا بزرگ است و یا اینکه تو را گول زدند در آن صورت میدانم چه بلایی سرشان بیاورم باش و تماشا کن چند روزی گذشت ولی هیچ کس گاوش را نکشت و آنها را دعوت نکرد احمدک تصمیم گرفت که نقشش را اجرا کند صبح زود پوست گاو را برداشت و با مبلغی پول به ده دیگر رفت در آنجا پوست را فروخت و با پولی که همراه برده بود مقداری گندم خرید دو اولاق کرایه کرد گندم ها را پشت آنها گذاشت و به ده خودش برگشت موقعی که وارد ده شد راه میرفت و بشکن میزد و میگفت پوست دادم گندم گرفتم پوست دادم گندم گرفتم مردم با تعجب از او پرسیدند چه میگویی با فروش یک پوست گاو این همه گندم خریدی احمدک خودش را بی تفاوت نشان داد و گفت به این که چیزی نیست تازه من پوست را به دوستم فروختم و الا خیلی بیشتر از این گندم میخریدم مردم خام طمع ده که خیال می احمدک راست میگوید، همان روز گاوهای خود را کشتند. گوشتها را طبق قرار قبلی بین اهالی ده تقسیم کردند. بعد مردان پوستها را بردند که بفروشند و گندم بخرند. ولی شب خسته و عصبانی برگشتند چون هیچ کس پوستها را نخریده بود. تازه فهمیدند که کلاه سرشان رفته و احمدک از آنها انتقام گرفته است. همراهان عزیز کانال لذت داستان ما اینجا هر شب براتون یه اوسنه میخونیم. اوسنه ای که با هم شنیدیم اسمش بود احمدک. توی این روایت پسر و مادر فقیری برای گذراندن دوره سختی معیشت که توی زمستون اتفاق می تنها گاو یا گوسفند خودش رو میکشند و دیگران را مهمون می کنند به این امید که دیگران نیز اونها را مهمون کنند اما چون این نمیشود و درگیری قهرمان قصه با همسایه ها آغاز میشه اگر علاقه من به شنیدن این اوسنه ها هستین فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب کنید ویدیوها رو لایک کنید و نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید امیدوارم همیشه حال دلتون خوش باشه